سلام دوستان، با آموزش VBA در نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسات قبل یه مقدمه ای داشتیم در خصوص VBA و اینکه VBA چی هست، چطور تو اون کد میشه نوشتش و در مورد که فانکشن و ساب ها چی هستن. خب تو این جلسه میخوایم یه مقدار کد با هم بنویسیم. پروژه‌ای که می‌خوایم با هم دیگه ببریم جلو، پروژه‌ای هستش که می‌خوایم یک فایل اکسل رو داشته باشیم که از طریق اون بتونیم چک‌های خودمون رو پرینت بگیریم. خب خیلی شاید اهمیت این نرم افزار رو ندونن و خیلی هم بدونن. اهمیت نرم افزار تو این هستش که ما وقتی که چک رو به صورت دستی می‌نویسیم، خط خوردگی اینا زیاد داره و وقتی که به صورت تایپی اون رو پرینت میگیریم و بعد امضا میکنیم و ارائه میدیم، احتمالی که اون چک رد بشه خب خیلی کمتر هستش و راحت تره و بهتره. و از طرف دیگه خیلی از شرکت ها هستن که به تعداد بالایی میخوان چک ها رو پرینت بگیرن و خب نوشتن روی هر کدوم چک ها ممکنه آزار دهنده باشه و سخت باشه واسه شون و بخاطر همین دوست دارن که نرم افزاری داشته باشن که بتونن به تعداد زیادی چک های مختلف رو به راحتی پرینت بگیرن. خب تو این نرم افزار ما یک صفحه اولیه رو داریم که اطلاعات رو وارد اون میکنیم، اطلاعاتی که لازمه توی اون چک داشته باشیم. یه شیت دیگه ای داریم به نام لیست که بر اساس اطلاعاتی که اینجا تهیه میکنیم یه لیستی رو تهیه میشه که این میتونه هر تعدادی رو داشته باشه. و یه شیت دیگه ای داریم که توی اونجا تصویر از چکمون رو به اندازه‌ای که اینجا تعریف کرده بودیم قرار میدیم و مطالبی که و پرینتی که میخواییم بگیریم رو آماده میکنیم و میتونیم اینجا دوباره پرینت بگیریم و اینکه تنظیماتش رو انجام بدیم. خب نحوه استفاده از این نرم افزاری که توی مقدمه این کورس آموزشی گفته بودیم، اینجا دیگه میخواییم وارد تهیهش بشیم. خب تهیه فرم رو که ما در جلسات مقدماتی اکسل گفتیم و فایل آموزشمون هستش، از اینجا انتظار داریم که دوستان بتونن حداقل یک چنین فرم ساده ای رو تهیه بکنن. از اون قسمت به بعد خب چرا ما این گزینه ها رو قرار دادیم و یه توضیح میدیم و بعد وارد کد میشیم. اول اون بخشی که لازمه رو واسه این قسمت که در خصوص سلول ها و نحوه گرفتن دیتا از اونا، قرار دادن دیتا از اونا و اصلاح کردن، دستکاری کردن سلولا هست و یه مقدار توضیح میدیم و یک فایل اکسل خام رو در واقع تهیه میکنیم تا اون تمرین داشته باشیم و بعد تو این پروژه میبینیم چه استفاده از اون اطلاعات، از اون حرفا و مطالبی که گفته شده رو انجام دادیم. البته شاید یه مقدار طولانی بشه این فیلم که اگه طولانی بود به دو بخش تقسیمش میکنیم. خب ما اینجا سه تا گزینه قرار دادیم. گزینه نحوه قرار دادن اینا رو خب تو حتما تو این پروژه بهتون میگم. یه دونه واسه این که ما وقتی که لیستی رو داریم میخواییم همش رو پاک بکنیم، یه گزینه قرار دادیم که کل این لیست پاک بشه و دوباره از ابتدا یه لیست جدید داشته باشیم. پروسه کسانی هستش که میخوان لیست از ابتدا بنویسن، اگه نه که میتونیم در ادامه همون داشته باشیم یا اینکه حتی دستی بیایم اینجا دلیت کنیم. یه گزینه واسه این که به این لیست اضافه کنیم، فرض کنیم ما اینجا مثلا تایپ میکنیم سری و میخوایم به این لیست همینطور اضافه بشه. در خصوص چک ها اصولا اندازه چک ها تغییر نمیکنه، شاید نام تغییر بکنه، مبلغ تغییر بکنه، خیلی وقتا تاریخ هم یکی هستش. بخاطر همین ما فقط کافیه یک مبلغ و یک نام رو بزنیم و به راحتی حالا توضیحات اونو اگر لازم بود ممکنه تو خیلی وقتا شرکتی که میخوان چک ها رو پرینت بکنن توضیحات یکسانی داشته باشن. خب و به این لیستمون اضافه کنیم که بتونیم مجموعی از پرینت ها رو بگیریم. پس یک کاری رو که لازم انجام بدیم اینه که یک لیست رو با هم دیگه تهیه بکنیم. خب و در نهایت تنظیمات پرینتر، تک پرینتر که من میتونم تنظیمات رو انجام بدم. واسه دفعه اول یک تک پرینتی رو تنظیم میکنم و بعد حالا کارهای مختلف که ما توی این قسمت میخواییم بیشتر اضافه کردن به لیست پرینت ها رو بررسی کنیم.
یعنی در واقع من نحوه منیپولیت کردم اصلاح سلول ها توسط وی بی ای رو یه توضیح میدم و بعد اضافه کردم و لیست پرینت ها رو میبینیم چه استفاده داشتیم، که لازمه با تیبل ها توی اکسل هم آشنا باشین. ما اینجا یک تیبل رو تهیه کردیم به صورت پیش‌فرض، اطلاعاتی که لازم بوده واسه این که پرینت چکمون رو انجام بدیم تو اینجا قرار دادیم، و بعد وقتی که این اطلاعات رو زدیم با زدن این دکمه اطلاعات وارد این تیبل میشه. خب حالا این بحثی که این وسط چی میشه و چجوری این اطلاعات تبدیل به این دیتا ها میشه و وارد میشه رو جلوتر خواهیم داشتش. حالا واسه اینکه وارد محیط ویژوال بیسیک بشیم، میدونیم که باید بریم تو تب دیولوپر. تو این تب وقتی که روی ویژوال بیسیک میزنیم، این ویژوال بیسیک ادیتورش میاد بالا و ما میتونیم کد هامون رو اونجا بنویسیم. خب این کدی هستش که از قبل حالا تو اینجا نوشته بودیم، کاری نداریم. این کدی هستش که واسه add to list بنده نوشتم و قرار دادم، و وقتی که من اینجا اضافه کردم به لیست رو میزنم این کد اجرا میشه. خب قبل اینکه وارد این کد اجرا شده این کد بشیم، فرض کنیم ما یه اکسل خام داریم، یه دونه اکسل خام رو ایجاد میکنم. وقتی که این اکسل خام رو باز میکنم، هنوز سیوش هم نکردم، وقتی که وارد محیط ویژوال بیسیک ادیتور میشه، همونطور که از قبل باز کردیم میبینیم یک پروژه رو، این واسه چک پرینته، یک پروژه جدید وی بی ای پروژکت ایجاد میکنه به نام بوک یک، چون میدونیم هر اکسل خودش یک شی هستش و یک مجموعی از کدها رو در اون داره و این ویژوال یک پروژه تعریف میشه توی وی بی ای، و اینا هم هر کدوم خودشون یک ماژول هستن. ما میتونیم داخل همین ماژول ها هم بنویسیم، یعنی که یک ماژول استاندارد ایجاد بکنیم که بتونیم از کدهاش توی داخل توی ماژول های دیگه استفاده کنیم، فرقی نداره کجا مینویسیم. خب همونطور که گفتیم ما یا از ساب باید استفاده کنیم، خب اسم اون کدی که میخواییم بنویسیم سل منیو، حالا منیو پلیتین میخواستم بنویسم ولی دیکتش یادم نمیاد، منیو مینویسم، پرانتز باز و پرانتز بسته، اینتر رو که میزنیم، حالا داخل این ساب میتونیم کد خودمون رو اجرا کنیم. خب من نکات مهمی که حتما باید بدونین توی این زمینه رو اول میگم، بعدش با سرچ کردن و اینکه یا اینکه از ماکروها استفاده بکنیم به راحتی میتونیم خیلی از کمک ها رو بگیریم و مشکلات خودمون رو برطرف کنیم. فقط کافیه یک سری مفاهیم اولیه رو بدونیم. مفهوم اولیه که باید بدونیم اینه که هر اکسلی یک داخل خود اپلیکیشن اکسل ما هستیم. خب داخل اون وقتی که من یک ورکبوکی رو ایجاد میکنم، یک ورکشیتی هستش، خب که میگه آقا ورکبوکس های من که میتونم اینجا تعریف کنم کدوم ورکبوکس، خب اگه پرانتز باز کنم میگه ایندکسش رو بگو که ایندکسش میتونه بوک یک باشه، خب یا اینکه اکتیو ورکبوک رو بگم، یعنی کدوم ورکبوک. وقتی که میگم اکتیو ورکبوک، خب من وقتی که کنترل اسپیس رو میزنم این پنجره باز میشه و پنجره کمکی من هستش. خب وقتی که اینا رو مینویسم به صورت پیش‌فرض بر اساس اون لغتایی که نوشتم سرچ میکنه و حالا اون شی یا تابه یا هر چیزی که هست واسه من میاره، پس کنترل اسپیس که من اینو میزنم این پنجره باز میشه. وقتی اکتیو ورکبوک بزنم معنیش این هستش اون اکسلی که در حال حاضر من روی اون قرار دارم، مثل این الان این اکتیوه، خب توی اون اکسل این کارا رو انجام بده. پس توی این ورکبوک من میخوام حالا کدوم شیت رو بررسی کنم یا ازش استفاده کنم، بخاطر این باید بنویسم شیتس. خب وقتی که مینویسم شیت یا شیتس، میتونم اسم اون رو قرار بدم که شیت یک هستش، مینویسم داخل دابل کوتیشن به عنوان تکست شیت یک، خب و میمندمش که الان نیم اون شیت رو قرار دادم. میتونم این عدد شیت یک رو میبینین، این ایندکس اصلیش هست، این نیمشه. من میتونم نیم رو عوض کنم اینجا و بذارم مثلا سلز. خب وقتی که اینو میذارم این نیم هم توی وی بی من عوض میشه به نام سلز، اما اینجا عوض نشده. وقتی یه ریسکی وجود داره وقتی یه کد می‌نویسین،
اگر یه شخصی بیاد اسم شیت رو عوض کنه ممکنه کدتون به هم بخوره. خب برای اینکه از این کار جلوگیری کنیم، به جای اینکه من اسم اون شیت رو بذارم، همون ایندکسش رو قرار میدم. ایندکسمون چیه؟ شیت یک. این کلمات نیستا، یک یعنی اولین برگه. خب به خاطر همین به جای اون یک رو قرار میدم، میگم ایندکسش یکه، یعنی شیت اول منظورم هستش. دات کدوم حالا سلول رو میخوای دستکاری کنی یا کاری باش انجام بدی؟ سلول یک، سطر یک، با این لغت سلز اول سطر رو میذاریم و بعد ستون اول. خب مقدارش رو مثلا میخوام بذارم یک، پس دات ولیو. پس اومدم گفتم در اپلیکیشنم تو اون ورکبوک اکسلی که باز هستش، توی شیت اولم سلول یک، سطر یک و ستون اولم رو مقدارش رو برابر با یک قرار بده. خب راه دیگه که گفتم بهتون چی بود، میام اینجا حالا اینو کپی پیست میکنم، میتونستیم این رو برابر با اسمش قرار بدیم که سلز هستش الان، درست داخل دبل کوتیشن، و مثلا اونو برابر با تکست A قرار میدم. حالا به جای سطر اول ستون دوم میتونم قرار بدم که جلوش بذاره، یک A بذاره. خب حالا اگه اینو اجرا کنیم میبینیم که وقتی تموم شد، اگه بریم توی اکسلمون، سطر اول و ستون اول رو یک قرار داد، سطر اول و ستون دوم رو A قرار داد. خب این یکی از روش‌های اصلی اینکه یک مقداری رو واسه یک سلولی در نظر بگیریم. خب و حالا سوال اینجا پیش میادش که آقا من باید هر دفعه اینا رو بنویسم؟ نه، نیازی نیستش. یه راهش اینه که من حالا از خلاصه کننده ویت استفاده میکنم که حالا جلوتر باسه تو توی خود پروژه میگم. یه نوع دیگهش هست که من به صورت مستقیم مینویسم شیتز، کدوم؟ یک، سلز. مثلا حالا این دفعه میخوام سطر دوم ستون اول رو برابر با دو قرار بدم. خب اینجا حتی ولیو هم نیازی نبود، وقتی که اینو میذاریم خودش دیگه میفهمه. توی اینجا میاد میگه آقا تو شیت اول من سلز اینو قرار بده، چون تو همین ماژول، تو همین وی بی پروژکت هستم، میفهمه که آقا اکتیو ورک بوک من معنی هست، همین بوک یکم رو انجام بده. اما اگه خواستم از یک ورک بوکی به ورک بوک دیگه ای برم، اون وقت دیگه این نمیفهمه آقا داری چی کار میکنی. مثلا من اینجا هستم میخوام از این ورک بوک استفاده کنم، چون به راحتی میتونم با وی بی یه اکسل دیگه ای باز کنم، یه سری کارا تو انجام بدم، ببندمش و بیام از اطلاعاتش تو این اکسل استفاده کنم. خب تو اون موقع حتما باید بگم تو کدوم ورک بوک هستش، که یه روشش اکتیو ورک بوکه، یه روشش هم ورک بوکسه که نیمش رو قرار میدیم اونجا که خودتون باید برین در بیارین کار کردن باشه، کار خاصی نداره مثلا همین. خب من حالا اگه اینو هم پلی کنم، میبینین که ران کردش، خودش لغت ها رو فهمید و انتظار دارم الان اینجا عدد 2 رو قرار بده. خب پس یه روشش هم این بودش. یه روش دیگه هستش به نام این که من شیتز مثلا اسمش رو قرار میدم، درسته؟ اینجا رنج قرار میدم. خب دات رنج، رنج قرار میدم. حالا الان کنترل اسپیس دادم، متاسفانه نفهمید ویبی، میخواستم نشون بده پیش ورزشو. خب باید مثل خود اکسل تعریف کنم، بگم آقا مثلا سلول بی دو من رو مساویه با مثلا بی قرار بده. خب و الان پلی میکنم و پلی شد. حالا میرم توی اکسلم، میبینی که بی قرار. فرق رنج با سلز چیه؟ سلز به صورت ایندکسی 1 و 2 کار میکنه که خب با اعداد خیلی راحت تر میشه. حالا جلوتر میگم من بیشتر از سلز استفاده کردم. اما رنج میتونیم مثلا به جای بی دو قرار بدیم مثلا تا ای دو. خب یک بازه ای رو برابر با بی قرار بده همش رو،
وقتی که پلی کنم برم اینجا میبینم همه رو برابر با بی قرار داد، یک رنجی رو میتونم دستکاری کنم، هم یک سلول هم یک رنج رو. اما خب تعریفش باید به صورت اکسلی باشه وقتی که این کار میکنم، بی دو و ای دو باشه، که خیلی وقتا به خاطر این قضیه این بهتره واسه ما، حالا جلوتر میبینیم. یعنی خب خیلی جای اینم کار برده. خب این نحوه قرار دادن اطلاعات درون سلول اکسل باشه. خب چطور میتونم اطلاعات رو بخونم؟ یک متغیری رو لازم دارم، یک چیزی رو لازم دارم که اون اطلاعات رو درونش قرار بدم. متغیر چیه؟ متغیر یک قسمتی از حافظه است که من اطلاعات روش قرار میدم. حالا این متغیر رو به صورت دیم قبلا دیده بودیم، تعریف میکنم از انتیجر مثلا به چه صورت، یک ای متغیر ای به صورت انتیجر اینه. خب اینجا به وی بی ای فهموندم که ای یک متغیر یک فضای از حافظه است که عدد صحیح نگه میداره. اگه اینو تعریف نکنم چی میشه؟ وی بی ای متوجه میشه. اما سرعت ما از طریق تعریف کردن متغیر رو در قبل بالاتر میره و بعضی جاها هم مجبوریم تعریف کنیم، مثلا آبجکت ها رو باید حتما تعریف کنیم وگرنه نمیفهمن. اما یه چیزی مثل اینتیجر، عدد صحیح، استرینگ، حالا اینجا مثلا یه بی هم به نام استرینگ تعریف میکنم، استرینگ یعنی متن، به صورت متن باشه، به صورت حالا عدد اعشاری باشه، فلوت باشه، هر چیزی که هستش. خب دوتا رو متوجه میشه اعدادو. حالا من میگم آقا آ یه متغیری هست که برابره با از طریق مساوی میگم با شیت مثلا همون یک سلز، اینو کجا قرار دادیم؟ یک و دو، درسته؟ خب وقتی که اینو قرار میدم برابر با این، دات نذاشتم، ارور گرفت، ببخشید. خب وقتی که اینو برابر با این قرار میدم، میگه که آقا آ برابر با اون سلول یک و دو مقدارش ولیو رو تعریف کنم. اگه ولیو رو تعریف نکنم میفهمه، اما بعضی جا من ولیوشو نمیخوام، مثلا یه چیز دیگه شو میخوام، مثلا یک وقتی که رنگش رو عوض میکنه آر بی جی شو میخوام که بذارم تو، بعد آر بی جی شو تعریف کنم، که حالا اونا رو خودتون باید سرچ کنین بهتر متوجه بشین. ولیو پیش فرضش که حالا من بهتون یاد میدم هم از طریق ماکرو چطور میتونیم اینا رو متوجه شیم. من هم حفظ نیستم، یا از ماکرو استفاده میکنم بعضی جاها رو، یا اینکه سرچ میکنم تو اینترنت. خب اما حالا تو اینجا مقدار آ رو، مقدار سلول 1 و 2 رو میذاره تو آ. من اینو پلی میکنم، ارور میگیره اینجا، ارورشو نمیدونم چیه واقعا، دوباره پلی میکنم میخونمش، تایپ میسمچ. آها ای، آها معلوم شد، ببخشید من ای رو گفتم یه استرینگ انتیجره، یعنی یک عدد صحیحه. وقتی که اینجا تعریف دارم میکنمش، نمیتونم بیام یه استرینگ بهش بدم، یعنی یک متن، یک کلمه است، نمیتونم استرینگ بهش بدم، اشتباه کردم. یا اینو تعریف نکنم مثلا اینجا، که بهتره تعریف کنین همیشه و وقتی که اینو ران کنم متوجه میشه خودش، این اروری نگرف ران شد. خب یا اینکه بگو آقا استرینگ، مثلا من اگه اینو برگردونم به جای ای بی رو قرار بدم که یک استرینگ هستش، ران میشه مشکل. حالا از کجا بفهمم که بی رو به این تخصیص داده؟ وقتی که این کارو کرد، یه راهش اینه که حالا من تو این کدم استفاده ای که ازش نمی‌کنم، یه راهش اینه که بگم آقا به من پیام بده، ام اس جی باکس رو قبلا دیدیم، یک تابعی هستش که میگه حالا این ورودی ها رو میگیره، یه خروجی به من میده، خروجی اونم یک پیامه. خب که میگم آقا متغیر بی رو به من برگردون، اینتر میکنم و به من نشون بده، و وقتی که حالا اینو ران کنم میاد توی اکسل هم میگه ناکن بی اینه، آ رو داره به من میده که بیم. حالا اینو همینطوری بخوام تعریف بکنم که نمیشه، چجوری میتونم تعریف کنم؟ میگه چی پرامپت کن، ای رو میخوام بگم پرامپت کنه دیگه، درسته؟ یه راهش اینه که مثلا من میگم ای پلاس مثلا، یا مثلا یه متنی به نام مثلا the value of b is فاصله، این یک متن رو اینجا نوشتم. خب and a، ببخشید b،
و اینو میبندم. فکر کنم اینجا ارور بگیره و خودم تو نه راحت میده. خب حالا به تو میگم چی کار کردم. توی این مسیج میان میگه the value of b is a. خب msg box که یه چیزی برمیگردونه. اینجا من اومدم دوتا متن رو با هم ترکیب کردم. گفتم چی؟ این یک متنیه که داخل دبل کوتیشن، هر متنی میخوایم به وی بی بفهمونیم داخل دبل کوتیشن یه متن رو نوشتم، اسپیس هم جزء اون متنه. اند ترکیب کن، دوتا رو یکی کن با متغیر بی. متغیر بی چیه؟ ولیوش استرینگه که اینجا دارم. الان فرض کنیم من ای رو برابر با یک قرار میدم، اینتیجر هم هست درسته، یا مثلا به جای اینکه یک قرار بدم همین ولیوی اینجا شیتز یک انا اینجا بیام ارور میگیره بخاطر اینکه اینجا رو کلیک کردم میگه مساوی چه. اینو میگیرم خب چون قبلا برابر یک قرار داده بودم، میذارم اینجا. الان ای یک اینتیجر به جای بی the value of a و اصلا یه من msg box دیگه میمیسم msg box double quotation the value of a is دو نقطه یه فاصله double quotation بسته and میخوام با a ترکیب کنم و یک عدد دارم ترکیب میکنم. آیا این تابه میفهمه که اینو به string قبلش تبدیل کنه؟ چون باید حتما یک متن بشه این a و به هم بچسبن یا نه. پلی میکنم خب متوجه میشه. تو خیلی از مثلا پایتون اینو نمیفهمه، من باید اول تبدیلش کنم. اینجا قرار میدم و یک رو میفهمه. پایتون اون چیزی که برمیگردونه پرینتی که میکنه باید تبدیل کنم به استرینگ و برگردم و بی بی الان اینجا متوجه میشه. خب یک کدی بودش که من یک دیتایی رو خوندم و یک دیتایی رو برگردوندم در واقع و برابر با سلول قرار دادم. یعنی اینجا اومدم یه سلول رو برابر یه عددی یا دیتایی مثل استرینگ و اینتیجر قرار دادم، بعد اومدم یه عدد رو از یک سلول خوندم. یکی از پرکاربردی ترین موارد توی اکسل هست. خب توی این جلسه برای اینکه طولانی نشه همینجا استاپ میکنیم. تو جلسه بعد میایم چی کار میکنیم؟ میخوایم از طریق ماکرو و اینا یه مقدار استفاده کنیم ببینیم چطور میتونم مثلا اینو که عددش رو قرار دادم بعد رنگش رو مثلا عوض کنم، بوردر رو واسش حتی بذارم و چیز مثلا وسط چینش بکنم، اینو چجوری کد کنم میخوام رنگ و ایناش عوض کنم، که این رو با هم دیگه تو جلسه بعد حتما کار میکنیم. ممنونم از توجهی که داشتین، خدا نگهدارتون باشه.